خب میخوام بریم برای دوخت تقویم و حروف و اعداد. ما اول قسمتی رو که میخوایم تقویم بدوزیم براش مشخص میکنیم، میخوایم این طرف باشه و این طرف. حالا توضیحاتش رو قبلا دادم. خب ما اولین کاری که میکنیم، یه قسمتی رو مشخص میکنیم که تقویم رو میخوایم داخلش بدوزیم. فقط تار و پود، یعنی بین درز ها گفتم که میایم دوخ میزنیم. حالا ما میایم 9 سانت از این طرف انتخاب میکنیم و شروع به خط کشی میکنیم. بین درز ها میایم و خط ما رو میکشیم. خب من الان میگم که مثلا تقویم من میخوام هفتایی باشه، یعنی هفتمون اینجا باشه، یکمون اینجا و به میلادی هستش. میان بینش رو انتخاب میکنیم، بینش میشه تقریبا 4.5، اینجا میشه بین خطمون میشه 4.5 و ما میگیم که اینجا میایم عدد 4 رو مشخص میکنیم، یعنی 3 2 1 میفته این طرف، 5 6 7 میفته این طرف. پس ما میایم از این وسط شروع میکنیم. به چه صورت میایم اینجا رو از بین خطوطش میایم یه خط میکشیم تا پایین. خب ما الان میام روی پترنمون نگاه میکنیم. حالا شما میتونید تو گوشی نگاه کنین، میتونین توی مثل من پرینت کنین. حالا اگر اعداد بزرگ رو بخواین انتخاب کنین، از اینجا گفتیم چند تا؟ گفتیم 5 تا و طولش هم 3 تا خونه هست، 1 2 3. اگر اعداد کوچیک رو بخوایم انتخاب کنیم، 2 تا طول داره 2 تا عرض داره، ببخشید 2 تا طول داره 2 تا عرض. ولی اگر که این اعداد رو بخوایم باز انتخاب کنیم، ما 3 تا طول داریم و 2 تا عرض داریم. حالا ما میام اعداد بزرگ رو انتخاب میکنیم و میگیم که 5 تا باید در عرض بشماریم و 3 تا در طول. ما میام خونه ها رو، همون کانت هایی که بهتون گفتم، همون کانت ها رو میشماریم. میگیم که 1 2 3 4 5 تا گفتیم در عرض، 3 تا در طول، 1 2 3. میام بین درس ها جدول بندی میکنیم. به این صورت پس عدد 4 ما میشه کجا؟ اینجا. الان میخوایم بیایم اعداد قبلی و بعدیش رو بدوزیم. پس این شد خونه عدد 4مون. بعد میایم میگیم که بین هر عدد ما 9 الی 10 تا یا 8 الی 10 تا فاصله قرار میدیم. میایم میشماریم، میگیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا. حالا من 9 تا میذارم فاصله بینشون. یه خط دیگه از بین درس ها ما میکشیم. خب باز میام رو پترنمون نگاه میکنیم. البته همه اعدادمون همون طولش 3 تا و عرضش 5 تا هستش، فرقی نمیکنه. پس ما دیگه رو نقشم نگاه نکنیم، میدونیم که باید جدولمون رو به چه صورت بکشیم. میگیم خب ما طولمون بود 3 تا خونه یا 3 تا کانت، 1 2 3 و عرضمون 5 تا بود، 1 2 3 تا، 1 2 3 4 5 تا اینجا میشه و خونمون رو
میکشیم. این شد عدد سه. حالا میریم سراغ دو. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه. دوباره عدد دومون. یک دو سه. یک دو سه چهار پنج. اینجا خب به همین صورت این شد سه، این دو. حالا میریم سراغ عدد یک. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه. اینجا میشه عدد یک ما. یک دو سه تا کانت. ببینیم به این صورت همش رو جدول بندی میکنم. حالا عددهای بالاییمون با عددهای پایینیمون، الان ما با یه خط این بین اینها از روی خطی که همه اینها جدول بندی میشه ما یه خط بکشیم. اینا میشه ستون عددمون. حالا فاصله بین دوتا عددمون رو بین 5 تا 6 تا یا 5 تا 7 تا میذارین. 5 تا یا 6 تا یا 7 تا کانت. 1 2 3 4 5 6 تا من انتخاب کردم. این فاصله بین دو تا عددمونه. پس این فاصله بین دو تا عددمونه. باز دوباره میگیم که 5 تا عددمون بودن. یک دو سه چهار پنج. این میشه باز ستون عددمون. حالا یه چند بار که بکشین دیگه دستتون میاد که به چه صورته. الان این عدد یک دو سه چهار پنج شیش هفت آخریمون میشه. هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده اینجا پونزده اینجا میشه. خب من الان میام یک ستون دیگه بکشم. یک دو فاصله شد. خب دوباره یک ستون اعداد. یک دو سه چهار پنج. خب الان من میخوام دوختش رو برم. دوختش به چه صورت هستش؟ به من نزدیکش کنم. خب ما میایم رو نقشم نگاه میکنیم. ببینین اینجا اومده به ما گفته خب شما سه تا خونه که میای بالا تو این خونه به صورت کج و تو خونه بالایی به صورت کج میریم به خونه دومی که اینجا قرار داره. پس ما از این خونه به این خونه فرض کنیم اینجا رو یک مربع اگر حساب کنیم که چهار تا کانت میشه، از اینجا تا اینجاش ما باید یکمون رو بدوزیم، بعد باز از اینجا تا اینجا، یعنی از دو تا که میایم از این طرف هم میدوزیم، میتونیم بدوزیم، فرقی نمیکنه. پس ما میایم توی خونه یک میگیم که از اینجا گفتیم دو تا که میان بالا، نگاه کنین یک، این یک کانت، این دو کانت، درسته؟ ما اینجا باید این خط یکمون قرار بگیره. ببینیم با یک لا نخ باید همیشه تقویمتون رو بدوزین. ببینیم میایم سر پنج تا خونه میایم بالا. یک دو سه چهار پنج میشه کجا؟ اینجا.
طبق نقشه نگاه کنین که به مشکل نخوریم. حالا گفتیم اینجا 4 تا مربع یا 4 تا کانت اگه حساب کنیم، از این نقطه میاد به این نقطه. پس ما میایم یک کوک برگشتی از اینجا میزنیم به کجا؟ به اینجا. این شد عدد یکمون. حالا شما اگه خواستین براش پایه بذارین، از اینجا تا اینجا رو یک پایه براش قرار میدین. خب عدد دومون هم به همین صورت. دو به چه صورتیه؟ خونه هامون رو باید بخونیم. میگیم این خونه اولمون میگه که از اینجا برو به اینجا. خب خونه اولمون کجا قرار میگیره؟ اینجا. سوراخاشو فقط سعی کنید اشتباه نزنید. ببینید خونه اولمون کجا قرار میگیره؟ اینجا. بعد میام گفته بیا به صورت کج به طرف بالا. خب حالا خونه بعدیمون به چه صورته؟ گفته صاف، بعد دوباره کج، بعد صاف، دوباره به این صورت میاد پایین. خب پس ما یکی باید صاف بریم، اگر نختون رو گره بزنین باز بیاین عدد بعد خیلی بهتره، کارتون تمیزتر میشه. خب ببینیم میاد به صورت صاف. حالا بعدی رو گفتیم به صورت کج باید بذاریم. ببینیم اینجا میاد به صورت کج. بعد دوباره پترنمون رو نگاه میکنیم. حالا گفته یک صاف میاین اول از یک کانتتون، یک صاف میاین، بعد سه تا به صورت کج میریم. خب ما یکی صاف باید بیایم پایین یک کانت، خب بعد سه تا از اینجا میان به اینجا. پس اگر شما بتونین شماره های خونه ها رو بخونین، تقویم دوختن بسیار آسونه. ببینید اینم عدد دو. خب حالا ما میگیم که میخوان یک عدد دو رقمی بدوزیم. خب این عدد مثلا اینجا میشه عدد مثلا 12، مثال میزنم، مثلا اینجا میشه عدد 12. ما یکمون رو که اینجا دوختیم بینش، اینجا بین یک ردیف کانت فاصله میذاریم و عدد بعدیمون رو میدوزیم، یعنی میشه 12. دوش میفته بین خطوط و زشتم نمیشه، خیلی طبیعیه، نگران زشت شدنش نباشیم. مثلا اگر اینجا 21 باشه، خب شما این دو رو که دوختین یه خونه فاصله میذارین. حالا سه تا خونه رو حساب میکنین. سه تا خونه به چه صورت بود؟ اگه یک رو بخوام اینجا بذاریم، میگیم که یه خونه که فاصله بذاریم میشه اینجا، یعنی ما یکمون میفته یکش اینجا، یک ردیف انگار فاصله گذاشتیم، اینجا به صورت اوریب یه خط میذاریم. خب گفتیم که سه تا میایم کانت این طرف، خطشو میدوزیم، یک دو سه. ببینید این الان شد 21. پس اعداد دو رقمیمون رو هم اینجوری میدوزیم. حالا برای حروف، حروف به این صورته که شما میتونین عین همین جدول بندی کنین، یا اینکه شما میان یه خط زمینه مشخص میکنین. مثلا اینجا میخواییم بنویسین مثلا احسان. خب شما اینجا یه خط صاف که خط زمینه که هست که میخواییم روش اسمتون رو بنویسین. خب بعد میای ای رو مشخص میکنی،
ای رو پیدا میکنین و میگین که خب این ای ما چند تا خونه؟ 1 2 3 4 تا خونه رو به صورت عرضی، 1 2 3 تا خونه به صورت طول میگیره. خب پس ما 4 تا کانت میایم بالا، 1 مبدأ باید براش مشخص کنی، یعنی یه خط مبدأ براش مشخص کنی. پس ما 4 تا کانت میایم بالا، 1 2 3 4 تا و 3 تا از این طرف. پس ای ما کجا قرار میگیره؟ اینجا قرار میگیره. خب بعد باز یه خونه، یک ردیف فاصله میذاریم. مثلا اچشو میخوایم بگیم احسان. خب اچش رو اینجا باید خونش رو بذاریم. خب بعد مثلا هی رو میخوایم بذاریم، هی کوچیک مثلا میخوایم بذاریم. خب میگیم 1 2 3 4 5 6 تا کانت، 1 2 3 4 4 تا کانت هم از این طرف. پس از اینجا یک دو سه چهار پنج با 2 4 6 7 تا، 7 تا با 5 تا میگیم 1 2 3 4 5 6 7 تا. تا اینجا اچمون میاد 1 2 3 4 5. خب اینم میشه اچمون. بعد این میشه احسان، بقیه حروفمون. پس این میشه مقصدمون، یعنی آخرین حروفی که روی این خط قرار میگیره. پس این مبدأمون، مقصدمون که آخرین حرفی که ارتفاعش هست مشخص میکنیم. حالا بعد میان به دوختن. دوختش هم مثل همون، مثل همون حروفه. پس ما ای رو به چه گفتیم که اولیش ای قرار میگیره. خب ای رو میام میگیم که خب گفته به ما چی؟ ای به ما راهنمایی کرده. حالا از این طرف میتونیم بدوزیم، از این طرف میتونیم بدوزیم، فرقی نمیکنه. ما میگیم که گفته که یه خونه، این خونه اولت رو به صورت کج میدوزیم. خب بعد میام دو تا به طرف بالا، یا از اینجا شروع میکنیم، فرق نمیکنه. میگیم که خب سه آخرین خونمون، این خونه کج، صاف کج. سوزن منم در اومد. بذار سوزنم رو نخ کنم. خب ما طبق نقشمون پیش میریم. گفتیم که ای از پایین گفته یکی کج باشه، بعد یکی صاف. تو هم خونه قبلی باید برگرد دوباره، یکی کج و دو تا به طرف بالا. دوباره یکی کج و الان دارم رو نقشه نگاه میکنم دیگه، به شما نشون ندادم، شما خودتون رو نقشه نگاه کن. ببینی یکی کج، دوباره گفته یکی صاف، حروف بزرگ و کوچیکم فرقی با هم ندارن، همه دوختاش به همین صورت. شما باید فقط کانتاتون رو درست بخونین و روش دوختش رو طبق نقشه برین جلو. ببینی اینم به این صورت گفته یکی بیا این طرف،
خب الان گفته یکی مستقیم باز، خب و سه تا خونه به صورت مستقیم میام داخل خونه اول. خب این شد ایمون، این شد ای. ای ایچ هم همینطور به همین روش دوخته میشه. حالا دوخت خطی، دوخت خطی به چه صورته؟ دوخت خطی خطی میکشیم، مثلا می نویسیم 1 2 3، اینو دیگه خودمون مثلا می نویسیم، یا مثلا می نویسیم الف مثلا. خب این دیگه کانت نمی شماریم، رو همون طریقی که خودمون زدیم. خب چون پارچه ممکنه پارچه معمولی باشه، خب این مثلا میان طبق همون طرحی که خودمون گذاشتیم، حالا پترنی که داریم میان به این صورت کوک برگشتی میزنیم. کوکاتون باید همه یکسان و ریز باشه. ببینید الان مثلا این دو از اینجا، این میشه دوخت خطی. یعنی ما به روش شماره دوزی نیست که بیان روی حالا پترن بیایم دوخ بزنیم. ببینی این شد به روش خطی. یا مثلا الف، ببینی آ رو که دوختیم همش هم با یک لانه، فقط کوکاتون باید خیلی مثلا کوچیک باشه و که کارتون تمیز در بیاد. حالا اگر از منم کوچیک‌تر زدیم کارتون تمیزتر در میاد. ببینید دوختیه که خودتون طرحشو میکشین و نقشه نداره، به این صورت میشه آ. خب پس اینم شد دوخت خطیمون، تقویم حروف و دوخت خطی به همین صورت و به همین سادگی به روش شماره دوزی میتونین بدوزین کارتون رو. موفق باشین، خدا نگهدار.